سلام علیکم، چطورید؟ خوبید؟ آقا من یه دونه کوشن باکس گذاشتم خیلی وقت پیش توی اینستا که هر سوالی دارید از باو بپرسید. این ویدیو جواب دادن به اون سوال هست. در خدمتم. سلام با اونایی که منو دوست دارن، منم دوستشون دارم. اول یه بیوگرافی کلی بگو راجع به خودت و همه چی. من اکبر سیارم، متولد 27 دی 26 دی 1357. روزی که شاه رفته من به دنیا اومدم. بعد به خاطر همین باباش وقتی بچه بود بهش میگفت اکبر شاه. درسته. خب شغلتونم بفرمایید آقای سیار. شغلم آزاده، تو کار کفش و کتونیم. چند سال سابقه کار دارید؟ حداقل 20 سال. 30 سال بیشتر میشه. نه قبلش پوشاک بودم دیگه. حالا خب کلا ولی خیلی مدت طولانی تو بازار. بله. داستان آشنایی جنجالیت با آمان رو برامون تعریف کن. جنجال که نداشت. توی اگه نخواه سانسور کنی داره جنجال. توی یه کوچه میشستیم، فامیلم بودیم که خودم دیدم و خواستم و پدر مادرم هم اقدام کردم. فامیل نبودید، به واسطه ازدواج یکی دیگه فامیل شده بودید. بالاخره فامیل بودیم دیگه، شده بودیم، بودیم. دنبال زیر بغل سوسمالی زهرا. یه خاطره از روزی که زهرا به دنیا اومد تعریف کن. خاطره که واقعا اگر 3 تا 4 تا یه 7-8-10 تا روز خوب داشتم، 20 تا روز به یاد موندنی داشتم. چی شد؟ اول 3-4 تا بود، شد 7-8 تا، بعد شد 20. الان میگه اگه من 44 سال روز خوب داشتم. خاطره که روزی که زهرا به دنیا اومد بهترین روز زندگیم بود. راست میگی؟ به خدا اگر مثلا 5 تا روز به یاد ماندنی داشتم، یه روزش همون بود که زهرا به دنیا اومد. اون چند تا دیگه‌ش چی بوده؟ چند تا دیگه‌ش هم بالاخره دنیا اومدن آقا عرفان بود، روز عروسی خودم بود و و و یه خاطره‌ای که دارم، زهرا که به دنیا اومد من میترسیدم نوزاد رو نگاه کنم. خانم پرستار گفت نگاه کردی؟ گفتم آره نگاه کردم. بعد رفتم پایین، خواهرم گفت نگاه کردی دختر تو؟ گفتم نه، ترسیدم نگاه کنم چون واقعا نوزاد میترسه. هنوزم میترسه. آره. بعد خواهرم اصرار کرد، گفت دوباره برو نگاه کن. گفت برو نگاه کن، شبیه آمریکایی هست اینا. دیگه رفتم نگاه کردم. بله این هم بهترین روز زندگیم بود. خود دوست داشتی دختر داشته باشی؟ خیلی دوست داشتم. نه مثلا دوست داشتی بچه اول دختر باشه یا پسر؟ نه دختر باشه. بچه دوم چی؟ دیگه بالاخره خدا خودش. اون دیگه مهم نبود. خب چه حسی داشتی کلن؟ حسم میگم بهترین حس رو داشتم، انگار رو هوا بودم، انگار دوتا پر در آورده بودم رو هوا بودم. مرسی. بهترین و بدترین اخلاق منو بگو. والا اخلاق بدی من ندیدم از تو زهرا جان. اخلاقات همه خوب، اخلاق بدت هم اگر داشته باشی کم اصلا به چش نمیاد. اشکال نداره، بگو، راحت باش. به خدا. فقط بعضی وقتا پیله میکنه که باید یه کاری انجام شه. حالا انجام میشه، حالا یا آخرش خوب از آب در میاد یا بد از آب در میاد، ولی این که پیله میکنه اخلاق خوبی نیست. بهترینش هم اینه که دختر حرف گوش کنی خوبیه. حالا روزی که سوالا رو داشتم براش میخوندم، برایش گفت اخلاق خوبی نداری. آخه من چی بگم؟ الان جلوی شما احساس راحتی نمیکنم. نه بگو هرچی. گفتم به خدا دل تنگت میخواه. راست میگی. گفتن که چطور پدر خوبی باشیم برای بچه‌هامون. با بچه‌هامون دوست باشیم. خب چه جوری؟ چه جوری؟ نه سختگیری بیجا، نه آزادی بیجا، بالاخره دوست باشیم. توی انتخاب رشته زهرا چه نظری داشتی؟ گذاشتم به اختیار خودش، گفتم خودت به هر رشته ای علاقه داری همونو ادامه بده. بچه ها هم خب آرزوهای خودشونو دارن، قرار نیستش که بیان آرزوهای ما رو برآورده کنن. بالاخره باید پی زندگی خودشون باشه. نه واقعا بابا راست میگه. یعنی همیشه بابا بزرگترین ویژگی که برای من داشته تو ذهنم یه پدر حمایتگر بوده. یعنی همیشه موقعی که یه مشکلی پیش میاد، یه اتفاقی میفته، تو ذهنم تهش این هستش که بابا هست، به بابا میگم اوکی میشه، درست میشه.
یا هر چیزی که میخواستم ته ذهنم بوده که ته تهش در بدترین شرایط بابا بازم هست. بعد حتی زمانی که میخواستم یوتیوب و اینستا رو شروع کنم، اصلا هیچ وقت به من نگفت نه نکن، ولی خب میفهمیدم که چون یه چیز جدیده برای نسل شما غریب است خیلی مایل نبودی، ولی هیچ وقت الان بهم نگفتی نکن خوب نیست. بعد منم میدونم شما دختر بروزی هستی، بالاخره منم حمایتت میکنم دختر. آره واقعا بابا هم توی قضیه انتخاب رشته هم توی همه چیز فقط حمایتگر بوده و این خیلی ویژگی خوبیه. اصلا پدر و مادر حامی خیلی تاثیر دارن روی جو خانوادگی به نظر من. 100%. چی باعث میشه یه نفر بدت بیاد؟ والا بدم از کسی نمیاد. با همه دوستم. مگر اینکه طرف بی تربیت باشه یا توهین کنه. ولی با همه خوبم. همم با من خوبم. یعنی فقط از این ویژگی بیادبی بدت میاد، هیچ ویژگی دیگه ای نیستش که بدت بیاد تو آدم ها؟ چرا خب، ولی آدم های دوروبرم همه خوبن، اصلا آدم بد دوروبر ما نیست. چون خودت خوبی. سلامت باشی، نظر لطف داری. چقدر رسمی شدی. چقدر خرافاتی هستی. خیلی خرافاتی نیستم، نه شوخی میکنم من. بابا تو به چشم زخم اعتقاد داری؟ این دیگه به نظرم نهایتشه. چش زخمو بالاخره از فرمایشات حضرت علیه گفته، این جماعتی که تو قبرستان خوابیدن همشون از چش زخم هم بیشتری هاشون چش زخمو برن. خب ببخشید، چرا دیوید بکامو چشم نمیزنن؟ چرا براد پیتو چشم نمیزنن؟ دیوید بکام پارتیش قویه. ما پارتیمون قوی نیست. نه خدا همه اونو یکسان دوست دارم، همه بنداشو یکسان دوست دارم. بعضا من اینجوری نیست. نه نه دقیقا همینجوریه. خب بابا اصلا زندگی ها مساوی نیستش. مثلا اگه یکسان دوست داشته باشه همه باید توی سطح می بود. مربوط به خود انسان ها میشه، اصلا خدا همه رو یکسان دوست داره، اصلا شک نکن. خب اون کسی که مثلا توی یه خانواده کارتون خواب به دنیا میاد، خدا اونم اندازه کسی که نمیدونم بچه بیل گیتس میشه دوست داره؟ دوست داره. هم کارتون خواب ما داشتیم رفته شده رئیس جمهور، اونو چی میگی؟ آره بابا کارتون خواب داشتیم شده فوتبالیست، کارتون خواب داشتیم شده رئیس شرکت، صحبت ها نیستش. هست بسته به تلاش خود طرف داره. لباس گشاد بپوش چی آخه؟ بابا گشاده. خب سوال بعدی، بزرگترین نگرانی تو زندگی چیه؟ نگرانی که نمیشه گفت، نگرانی ندارم، آینده بچه هم همین که به سر و سامون برسن و آیندهشون خوب باشن. لایک داری. بدترین اتفاقی که توی شغلت افتاده رو تعریف کن. توی شغلم حدود 17 سال پیش یه آقایی وانت داشت، باهاش صحبت کردم که اجناسمو تا یه مسیری ببره. اجناس رو بار ماشینش کردیم، ماشینش هم پر شد. اون موقع پول یه پراید بود، بکنم 6-7 میلیون بود. داره به اون گفتم به این آدرس برو، منم پشت سر با موتور میام. موتور من تو راه خراب شد، اونم فرار کرد. بدترین خاطرم. چقدر ضرر کردی؟ پول یه دونه پراید شدم بیشتر اون موقع. چند سالت بود؟ 17 سال پیش بود. دست به دست کنید برسه به اون وانتی دوست. فعلا هم نبخشیدمش. میخوای پیامی بهش بدی؟ دیگه پیاممو من دادم دیگه، اگر دید بیاره بیاد رضایت منو جلب. باید الان بدی پراید بذاره. حالا بیاد باهاش یکم راه میام. توی این 45 سال زندگیت یه نصیحت بخوای ما رو... 45 سالت الان؟ 44. یه نصیحت بخوای ما رو بکنی، یه درس به جوونا بدی، اون چیه؟ تو زندگیتون از اشتباه کردن نترسید، ولی از اشتباهاتتون هم درس بگیرید دیگه، بعدن حسرتشو نخورید. اشکال ندارم برم اشتباه کنم. بعدی چیزی رو که میدونی اشتباه انجام نده. آها فهمیدم، منظورت اینه که مثلا از ترس اشتباه کردن نشینیم، شروع کنیم. اشتباه هم کردیم. چی شد؟ این نصیحت من. دامار در دامم، اینم والا از طرف من به تمام جوان ها، راه در جهان یکی است و آن راه راستی است. راه راست خوبه، راه راست رو برید.
راه کج رو ندید. احتمالا از سخنان کوروش بوده. کوروش کبیره. بله بله بله. سوالاتی که راجع به معیارها و انتظارات از داماد آینده پرسیده بودید رو آقای سهیل قبل از شروع ویدیو گفتن که پاسخ نمیدن و عصبانی شدن. الان نظرتون همونه؟ همون. و قراره که من ازدواج نکنم و تا آخر عمر با خودم بمونم. بله، در ترشی پیش این مرد باقی بمونم. نظر من کلا اون اصلا نگو. اون سوال رو نگو که همچین سوالی بوده این جواب نمیده. ما پرسیدن. پرسن. خب یادشون نمید. چطور به زهرا اعتماد داری؟ زهرا دختر خودمه، خودم تربیتش کردم دیگه، به تربیت خودم هم اعتماد دارم. خیلی جواب گنگی بود واقعا. آیا داشتن فرزند ترسناک نیست؟ اصلا ابدا. ترسناک ها؟ نه. این حجم از عشق و وابستگی به یه آدم، یعنی مثل اینه که قلبت بیرون بدنت داره میتپه. بله خب ترسناکه دیگه، همش نگران میشی. دلگرمیه، دلگرمیه بالاخره. اصلا رفتی به ترس. اصلا بنظرم عشق نسبت به حالا هر چی، یه طرف دیگه‌اش یه ضعف خیلی شدید و یه وابستگی خیلی شدید. بنظر من ترسناکه. دو تا اشتباهی که انسان‌ها میتونن تو زندگیشون بکنن، یکیش ازدواج، یکیش بچه دار شدن. که تو جفتشو انجام دادی. انجام دادم دیگه. دوباره سوال بعدی راجع به ازدواج و ایناست که جواب نمیدیم. اگه میتونستی یه نفر رو زندگی کنی اون کی بود؟ زنده کنم؟ یه مرده رو زنده کنی. یه دونه نمیشه دیگه، خودم خواستم 3-4 نفر رو بذارم. خب 3-4 نفر رو میتونی زنده کنید. بالاخره خانوادم که پدری مادری، اونا رو زندهشون کنم. من بگم میدونم این سوال از من پرسیده نشده، ولی فریدون فرخزاد. تو دوست نداری فریدون فرخزاد زنده شه؟ نه، پدر مادرم رو دوست دارم. چیکار فریدون دارم؟ او خدا تا مال. خب آیا دیگه سوال تموم شد؟ این بود ویدیو من و بابا بعد از 100 سال. قصد داشتیم که ویدیو باشید. بگیریم. مرسی که تشکر بودی و خدا حافظ. خدا حافظ. مرسی. خوش شد چای دیوانی بریز بریم. خلاص شده.